بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، باز هم به تقریب درس های گذشته ما شما در دوره آموزشی سبنتن قرار داریم. دوستان عزیز، و امیدوار هستیم که دارای سطح کامل باشین. دوستان عزیز، امروز باز هم موضوع درس ما بالای جاست که ما چطور سبنتن انجام بدیم. اما یک تعداد اشخاصی که میگن سبنتن مشکل است، ما یاد نمیگیریم، و اگر چند بار یاد گرفتیم فراموش ما شده، و یا هیچ یاد نگرفتیم، چند باری که داخل سنفاش را کردیم اما حالا هم با سبنتینگ ما مشکلات داریم و یا نمیتونیم که یک آی پی نتورک بزرگ و یک با چندین آی پی نتورک کوچک ما یعنی تقسیم کنیم. پس ما بعضی از نکات برتون میگم دوستای عزیز، شما اگر بخواید که سبنتینگ دیگه هیچ گاهی یادتون نره و یک نالج خوبتر در سبنتینگ شما داشته باشین و دیگه فراموش نکنین و به زودترین وقت به زودترین فرصت شما یاد بگیرین، فقط سه موضوع است که به برتان یادآوری میکنم. اونوی ایمی موضوعات را که برتان یادآوری میکنم اگر شما مد نظر بگیرین، انشالله در سبنتینگ دیگه مشکل نمیداشته باشین و درس را که من میتونم اون موضوع را هم شما میخونین. البته موضوع اولی را که من بحث میکنم برتان، اوی است که میایم همین فرمولی که شما زیادتر در کوانتونا مسئله که در کمپیوتر ساینس درس خواندن، طبعا با یک فرمول همیشه وقتی شما به طور مثال یعنی دسیمال نمبر را به باینری را به دسیمال نمبر تبدیل میکردین و یا مقسم بر اگزادسیمال و اکتل به باینری، اکتل به دسیمال، اکتل به اگزادسیمال، باز باینری همی قسم بر دسیمال نمبر، اگزاد دسیمال، اکتل تبدیل میکرده، نمیشه وقت از یک فرمول زیاد ساعت استفاده میکرد. اگر یادتان باشه که نوشته میکرد به مثال 1, 2, 4، خب من کوشش میکنم که از طرف راست چیزی که قانونی بیایه و چیزی که استاندارد بده که شما خواندین، یه کانفیوز نشین که استاد چرا از این طرف برای ما نوشته کرد. خیر، اما چیزی که شما یعنی شکل استاندارد یا خوبترش هست از این طرف منش میگیم، از طرف راست آغاز میکنیم. 62,562,16,32,768,65,000,65,362,16,32,568,65,536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 ,65,
توانش الا دو به توان 16 حفظ کنین برتان خوب است. در سبنتین شما را زیاد کمک میکنه. بعدم در وقتی که ما رفتیم محاسبه کردیم یگای پی را، باز در اونجا شما عمو دلیلش هم میفهمین که چقدر این فرمول به ما فایده میکنه و چقدر کار ما را آسان میسازه اگر در یک جا و بخصوص در امتحانهای آنلاین که شما وقتتان کم میباشد و سوالایی را که میگیرین از طرف شرکت ها برتان پیشنهاد میشن اونا و سبنتینگ سرسر ضرورت دارن. وقتی که ضرورت میشه شما با این فرمول میتونین هم وقت کم بگیرین و هم زودتر با زودترین فرصت شما اون رو چی کنین حل کنین. ببینین به طور مثال اگر در سبنتینگ ضرورت میشه که دو به توان صفر چند میشه؟ یک میشه. شما میفهمین دو به توان یک چند میشه؟ دو میشه.
دو به توان 3 چند میشه؟ دو به توان 2 بخشید. دو به توان 2 4 میشه، دو به توان 3 8 میشه، دو به توان 4 16 میشه، دو به توان 5 32 میشه، دو به توان 6 64 میشه، دو به توان 7 128 میشه، دو به توان 8 چند میشه؟ 256 میشه. و دو به توان 9، دو به توان 9 512 میشه، دو به توان 10 1024، دو به توان 11 2048 و دو به توان 12 4096، دو به توان 13 8192، دو به توان 14 16344 و دو به توان 15 چند میشه؟ 32766 و دو به توان 16 چقدر میشه؟ 65536. یعنی اگر یادتان باشه دوستای عزیز، ما گفتیم در آی پی ورژن 4 اگر متوجه باشین گفتادیم که 192.168.0.0 و طور مثال ما گفتیم که در آی پی ورژن 4 ما 4 آکتت داریم. 4 آکتت داریم، هر آکتت توسط به یک داد و یا یک نقطه از هم چشنن جدا شدن، با یک داد چی شدن؟ از هم جدا شدن. یعنی آکتت اول، آکتت دوم، آکتت سیم و آکتت چهارم. ما گفتیم که هر آکتت ما، هر آکتت را که شما میبینین چقدر است؟ ما گفتیم 8 بت است. 8 بت باینری است، سایزش البته 8 بت باینری است. وقتی که ما در هر آکتت 8 بت باینری داشته باشیم، یعنی شما میبینین که چقدر میشه؟ 1-8-8 2-16 3-8-24 4-8-32 میشه دوست عزیز. یعنی مکمل سایز آی پی ورژن فرم شما چند است؟ 32 است. پس همیشه شما ادمن معلومات دارین که در کلاس های آی پی، کلاس ای و بی و سی ما شما داشتیم هر کدامش. مثلا ما اگر میخواستیم اضافه تر آی پی بگیریم، یعنی یک نتورک بسیار بزرگ داریم، از کلاس ای استفاده میکردیم. اگر ما و شما یک نتورک متوسط داریم، باز ما و شما میتونیم کلاس B استفاده کنیم. اگر نتورک ما کوچک باشه، باز ما و شما میتونیم که آی پی ورژن باشه. اگر نتورک ما کوچک باشه، از کلاس C استفاده کنیم. به دلیل از اینکه کلاس C را ما میگیم برای نتورک های کوچک استفاده میکنیم، به خاطر از اینکه 4 خانه از این نتورک است. 4 خانه از این نتورک، یعنی چنجیبل نیست، قابل تغییر نیست، فقط یک آکتت آخر از این از طرف راست آکتت اول ای چی است؟ هاست است، یعنی قابل تغییر است. میتونیم برای کمپیوترها وقتی که به طور مثال 254 پای کمپیوتر در یک دفتر دارین، میتونین آی پی برش هم بدین، فقط اینمی صفر به یک تبدیل میشه، دو میشه، سه میشه، الا چند 254 پای کمپیوتر چی میشه؟ اینجا آی پی میگیره. پس زمانی که ما برش میمی فرموله یاد بگیریم، به خاطر از اینکه اگر شما اگر خواسته باشین میتونین اتاینمی ما دو به توان 16 را فعلا گفتیم، من فعلا براتون گفتم که تا یه قدر حفظتان داشته باشه براتون کفایت میکنه. اما اگر از این هم پیش برین، یک خانه دیگه، یک آکتت دیگه را هم پیش برین، ما گفتیم هر آکتت چند است؟ 8. یعنی ما تا 16 دو به توان 16 پیش رفتیم، یعنی دو آکتت از این را شما حفظ کردیم فعلا و یک آکتت دیگه هم باقی مانده. به خاطر از اینکه اگر شما سبنتنگ میکنین کلاس ای را، اگر متوجه باشین سه خانه در اونجا هاست است، یک خانه از این نتورک باز میباشد. یعنی به این خاطر اگر شما پیش برین، یعنی دو الا دو به توان 16 را شما یاد گرفتین، اگر کوشش کنین دو به توان 24 تا به این قسمت حفظ کنین، هم خوبتر میشه. دو به توان 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 الا 24، دو به توان 24 یاد کنین، بیتی مشکل تان حل است. حتی تا به کلاس C مشکل تان حل میشه. یعنی ما فعلا در کلاس C تا به این قسمت کار داریم، دو به توان 7 128 دیگه هزی و طرف شما و شما فعلا کار نداریم. اما در کلاس B و در کلاس A و B یا هم میتونه چی کنن؟ استفاده شده. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در کلاس C فقط یک خانه موشون
ما در کلاس سی فقط یک اکتد مشما هاز داریم و دیگه از این متوقعش چی است؟ نتورک است. اما در کلاس بی دو خانه ما هاز داریم، میتونه هاز باشن، دو خانه دیگه چی است؟ نتورک است. و می شکل در کلاس ای ما سه اکتد هاز داریم و یک اکتد مشما نتورک داریم. به این خاطر میم دو به توان 24 اگر حفظ کنین بیخی مشکلتان در سبمیتینگ حل میشه. خب خیر، این حال اگر من قرار تشریح کنم، شما میگین که استاد چی میگه و چی بلد میخواره که ما این حفظ کنیم. انشالله که ما شما در جریان سبمیتینگ کار کنیم، انشالله باز میفهمید که چقدر مشکل شما را حل میکنه. یک موضوع. موضوع دیگری که بگویم، یعنی شما کوشش بکنین دوستان عزیز، از هر اکتد ما چند بتست بازم گفتیم 8 بتست، صحیح؟ این از این قسمت که ما فرمولا را دلید میکنیم، از این تا به حال که نوشته کردم الا دو به توان 16 را کوش کنیم که از طرف راست به چپ حفظ کنیم. اما امی فرمولا دوباره، یعنی شما میتونین که از کجا؟ از 128 به این طرف جمع کردنش حفظ کنیم. یعنی به این مانا که اگر 128 جمع در 128 جمع در 64 میشه چند میشه، 64 جمع در 32 میشه چند میشه، 32 جمع در 16 میشه چند میشه. یعنی مثل از این که ما ببینین حفظ کردیم، یعنی به این مانا که ما تمام از اینا را اگر با هم دیگه جمع کنیم در آخر ریزلت چند میشه؟ 255 میشه. یعنی نکته دوم یا موضوع دوم برتان گفتم که ایده شما از طرف یعنی از طرف چپ به طرف راست جمع کردنش حفظ کنید. یعنی 128 بازم تکرار میکنم، مثل از اینکه ما جمع از ایده از طرف چپ به طرف راست حفظ کردیم. 128 192 192 224 240 248 252 254 255. حالا میاییم براتون در ماشین حساب محاسبه میکنیم ببینین که آیا گپ من راست است یا غلط. 128 جمع در 64 192 جمع در 32 224 جمع در 16 240 جمع در 8 248 جمع در 4 252 جمع در 2 254 جمع در 1 چند میشه؟ 255. پس حزیل هست که ما گفتیم یک اکتد ما 8 بت است، این فرمول ما تا 8 بت نوشته میکنیم و از طرف چپ به طرف راست جمع کردنش چی میکنیم؟ حفظ میکنیم که با یکی دیگر جمع شود چند میشه. 128 192 224 240 248 252 254 255. به خاطر از اینکه ما هر اکتد الا چند پیش میبردیم الا 255 پیش بوده میتونیم، در غیر دو ما از 255 بالاتر در هر اکتد از IP ورژن 4 ما زیاد نوشته کرده نمیتونستیم. خیر ببینید، موضوع دیگه که دوستای عزیز بسیار زیاد مهم است، خدا کنه که فهمیده باشیم و میاییم بالای موضوع دیگه که اویی است که بعضی در جیجانه سبنوتین که ما شما کار میکنیم بعضی از اصطلاحات وجود دارن که اونا را شما دقیق باید بفهمید. وقتی که شما یک ریزلت را میکشین، یک نتیجه را میکشین، بالاخره بفهمید که نمی ریزلت در سبنوتین چی است، کدام مفهوم ارائه میکنن و ما چرا ای را به دست آوردیم. از این خاطر اصطلاحاتی که داخل سبنوتین کار گرفته میشن در بسیاری از ترنینگ ها اگر شما گوش کنین یا بسیاری استادایی که شما خواندین، اینمی اصطلاحات به گونه های مختلف استفاده میکنن. یعنی شاید یک جای خوانده باشین اونا هوست آیدی بگوین، یک جای دیگه مثلا براتان والد آی پی بگوین. اینی گپا فکرتان یعنی گت و گت نسازه که شما باعث از این شبک شما نفهمین سبنتینگه. من انشاءالله کوشش میکنم که ای که میریم بالای سبنتینگ ما شما عملی کار میکنیم و در امی جمعه برتان اصطلاحاتم در لا بلای ازی برتان واضح تشریح میکنم و از شما تقاضا میکنم که ویدیو را یک بار کار کنین، یعنی ویدیو را پلی کنین
بانیم که یک دفعه براتان خوب صحیح از اول تا آخرش گفته شود و در اصطلاحات خوب دقیق فکرتان باشد. اگر در یعنی محاسبه سبنتینگ شما فکرتان را نگرفتین در اول، مشکل نیست. اصطلاحات وقتی که جواب می براید، همین جواب و نظر به اصطلاحی که ما می خواهیم جواب بکشیم، اینمی چی معنا و چی مفهوم داره و به خاطر چی استفاده میشه. این موضوع را که بگیرین، بعد از او باز بار دوم شما پلی بکنین، میتونین که محاسبه شاید یاد بگیرین. بسیار ساده و آسان. این سه موضوعی بود که من دوستای براتون گفتم. پس شما میتونین اینمی موضوعات را در نظر بگیرین و در سبنتینگ مشکل خود را حل کنین.